وقتتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. در تایلند هستم و سفر در آسیای جنوب شرقی رو از این کشور بسیار زیبا آغاز میکنم. به جرئت میتونم بگم که تایلند یکی از معروفترین کشورهای دنیاست و تقریبا همه این کشور رو میشناسن یا دست کم اسم اون رو شنیدن. بی دلیل هم نیست و دلایل زیادی داره، از سواحل و جزایر و طبیعت بسیار زیبای این کشور گرفته تا غذا و ماساژ و ورزش‌های رزمی. سفرم رو در این کشور بسیار زیبا از بزرگترین جزیره این کشور یعنی جزیره پوکت آغاز می‌کنم و سعی می‌کنم که در روزها و هفته‌های آینده این کشور رو تا اونجایی که بتونم بهتون نشون بدم. کشور تایلند با نزدیک به 67 میلیون نفر جمعیت در آسیای جنوب شرقی قرار گرفته که با کشورهای میانمار، لاوس، کامبوج و مالزی هممرز است. دین رسمی تایلند بودیسم و نزدیک به 94% مردمان اون بودایی هستند و حدود 3500 معبد بودایی در این کشور وجود داره. پوکت بزرگترین جزیره تایلند با 810 کیلومتر مربع بزرگترین جزیره این کشور هست که همراه با 39 جزیره استان پوکت رو تشکیل میده. پوکت 50 کیلومتر طول و 21 کیلومتر عرض داره و از اواخر سالهای 70 میلادی برابر با 50 شمسی به یکی از محلهای محبوب گردشگران تبدیل شده. مرکز جزیره و استان پوکت شهری هست دقیقاً به همین نام، شهر پوکت، که با حدود 80 هزار نفر جمعیت یکی از قدیمی ترین شهرهای تایلند هم به حساب میاد. قرنها پیش چینی‌ها به عنوان اولین مهاجران به این جزیره اومدن برای کار در معادن قلع و بعد از مدتی در زمانی که در اروپا عصر طلایی بوده، زمانی که اروپایی‌ها سوار بر کشتی به دیگر نقاط جهان می‌رفتند تا اینکه اونجا رو کشف و استعمار بکنن، پرتغالی‌ها هم برای تجارت به این جزیره میان. پرتغالی‌ها اینجا موندگار میشن و بعد چینی‌ها برای پرتغالی‌ها شروع می‌کنن به کار کردن در زمینه ساخت و ساز بیشتر و بعد در نتیجه این همکاری بین پرتغالی‌ها و چینی‌ها سبکی از معماری به وجود میاد به نام سینو پرتوگیج یا باروک چینی که در حقیقت ترکیبی هست از معماری چینی و پرتغالی. محله‌ای در شهر پوکت هستش که این معماری در اونجا قرار داره، محله بسیار زیبا با خونه‌های رنگی و ساختمان‌هایی که ترکیبی از معماری چینی و پرتغالی در اونجا میشه دید. همین جایی که الان دارم راه میرم و یکی از محل‌های مورد علاقه گردشگران هم هستش. با هم یک دوری می‌زنیم توی این محله بسیار زیبا، تاریخی و رنگی. در شهر پوکت پر هست از مغازه‌های صنایع دستی و یکی از این مغازه‌ها، البته صنایع دستی نیست، صنایع طبیعیه، به خاطر اینکه گوش ماهی می‌فروشه، صدف و گوش ماهی، و خیلی باحاله. من که خیلی حال کردم باهاش، واقعا بزرگه. مثلا اینو نگاه بکنین، این خیلی بزرگه. بعد باحالیش اینه که وقتی نگه می‌دارین دم گوش یه صدای خیلی باحالی میاد. همه میگن که این صدای اون زیر دریا و اقیانوس هست که تو این پیچیده. البته خب طبیعتاً اون نیست، صدای اطراف میپیچه این تو و تولید صدا میکنه و واقعاً هم خیلی باحاله. من حیف که در حال سفر کردنم، وگرنه از اینا حتما میگرفتم. و چیزای دیگه هم داره، واقعاً خیلی باحاله، یعنی حرف نداره، واقعاً زیباست. قیمتش هم میخواییم بدونین، زده 200 تا، حالا 300 تا دیگه شما باتو به تومن بگین، باتی 1000 تومن میشه 200 هزار تومن، 300 هزار تومن، همچی چیزهای طبیعی 600 هزار تومن. البته در الان در حین ضبط برنامه بات 1000 تومنه، موقع پخش اگر شده باشه 5000 تومن، هیچ چیز عجیبی نیست. بریم یه دور دیگه بزنیم توی شهر پوکت. تو تایلند معمولا کسی بوق نمیزنه به جز مکانهای خاص و یکی از مکانها همینجا هست
که هر کی رد میشه بوق میزنه و به این دلیل هست که معبدی در اینجاست در کنار جاده و تایلندی ها و بودایی ها بر این باور هستن که اگر بوق بزنن و از کنار این معبد رد بشن و اون خواسته خودشون رو بگن، بودا اون رو برآورده میکنه. به همین دلیل هر کسی در اینجا رد میشه بوق میزنه تا اینکه خواستش برآورده بشه. بعضی هم بوقاشون خیلی بلند و ممتده و احتمالا خواسته بیشتری دارن. بودیسم یکی از بزرگترین و قدیمیترین ادیان در دنیاست. بودیسم حدود 2500 سال پیش توسط یک شاهزاده هندی به نام سیدارتا گواتاما که خودش هندو بود در هند پایه‌گذاری شد. اگر بخوام خیلی خلاصه بودیسم رو توضیح بدم، اینطوری میشه گفت که بودیسم بر این باوره که زندگی انسان چرخه‌ای از رنجه و اگر کسی به روشنگری و روشنایی دست پیدا بکنه، برای همیشه از این چرخه نجات پیدا میکنه. چرخه تناسخ، تولد، زندگی، مرگ. تولد، زندگی، مرگ. بودیسم بر این باوره که مراقبه، تمرین‌های روحی و جسمانی و رفتار نیک راهی برای رسیدن به روشنایی یا نیروانا است. بودایی‌ها به هیچ خدا و یا خدایانی باور ندارند، هرچند که شخصیت‌های ماوراطبیعه در بودیسم وجود دارند. بعد از دیدن معبدی که براش بوق می‌زدن تا حاجتشون برآورده بشه، رفتن به یکی از بزرگترین مجسمه‌های بودا در پوکت و همچنین کشور تایلند. یکی از مکان‌های دیدنی و معروف در جزیره پوکت مجسمه بودا هست، همین مجسمه که پشت سر من می‌بینین که بهش میگن بودای بزرگ. بر روی تپه‌ای به نام ناکرد قرار گرفته و ارتفاعش 45 متر هستش که سومین مجسمه مرتفع بودا در کشور تایلند هست. ساخت اون در سال 2014 میلادی تموم شده و هزینه‌اش حدود 950 هزار دلار بوده. در اطراف این مجسمه، در پایین این مجسمه، تندیس‌های متعدد بودا رو هم میشه دید و همچنین کلی صندوق‌های صدقات و خیرات که مذهبی‌های بودیسم اینجا میان و کلی پول می‌دادن تو این صندوق و هزینه این مجسمه هم از همین کمک‌های مردمی تأمین شده. اگر دقت کرده باشین، اکثر مجسمه‌ها و تندیس‌های بودا به همین حالت هست که بهش میگن بودای نشسته. بودا نشسته و دست راستش رو گذاشته روی زانوش، انگشتاش به سمت زمینه و دست چپش هم روی دامنشه و چشمهاش رو هم بسته و این در حقیقت برمیگرده، اشاره داره به پیروزی بودا بر اهریمن که بهش میگن مارا، که این خیلی رایج هست و خیلی مشهود هست در هنر خمر. هنر خمر برمیگرده به هنر تمدنی که در دوران باستان در این منطقه بوده و همچنین امپراتوری خمر که بین سالهای 802 تا 1431 میلادی در اینجا حکمروانی میکردن. بیشتر در حال حاضر این هنر رو میشه در کشور کامبوج دید. در هفته‌ها و ماه‌های آینده سعی می‌کنم که به کشور کامبوج برم و اگه مرزها باز باشه اونجا خواهم رفت و بیشتر در مورد این هنر بسیار جالب و زیبا توضیح خواهم داد.